به نام خدا وقت شما بخیر به خیر به این ویدیو ما این بحث نویگیشن به صورت عرفهی برنامه نویسی و پیاده سازی کنیم و موضوعات مثل که کرکتر در محیط واکبل چی قسم میتونه حرکت کنه بحث های مثل آف مشلینگ، جمب کردن این موضوعاتی که به این ویدیو قرار کار کنیم ابتدا می‌ایم از حرکت کرکتر در محیط واکبل بین وای پوینت های مختلف شروع میکنیم میام یک سیلندر ایجاد میکنم از این سیلندر من حیث یک کرکتر استفاده میکنیم و بعد از اینکه موضوعات به صورت عرفی یاد گرفتیم میاییم زامبیا و کرکتر های که داخل گیم قرار استفاده کنیم مندازیم داخلی و و فعلا فقط از همین سیلندر استفاده میکنم بحث به نام کپسول کلای در داره که شما میتونیم به مشاهده کنیم ما اگر رو دارو میبینیم شما یک کپسول کلای در داره برای از اینکه من خاص باشم این کرکتر به محیط واقع حرکت کنم من دیگه به کپسول کلایدر از این نیاز ندارم ایر دلیت میکنم و فقط مش رندرال را تیکیر میگذارم که ایر را گمشه شه حال میام برای از یک کامپوننت اضافه میکنم که باعث میشه این کرکتر به بین محیط واقع حرکت کنه یا بین وی پوینت ها حرکت کنه اسم از این کامپوننت است نو مش اجنت نو مش اجنت همون که به جلسات پیش گفتم اجنت های مختلف داخل یک گیم میتونه باشه مثلا یک زامبی یک اجنت یک کرکتر یک اجنت یک کرکتر دیگه یک اجنت دیگه, دیگه میتونه باشه برای از اینکه اینا به داخل از این محیطی که ما به اینجا ایجاد کردیم که به آبی میبینیم شما اینا بتونه حرکت کنه ما مجبوریم که این کرکترار کامپوننتی به نام نفمش اجنت بدیم این نفمش اجنت میتونه یومنوید باشه و میتونه که یک اجنت ستینگ دیگه داشته باشه یومنوید یعنی کرکترهای به این محیط میتونم حرکت کنن که حالت انسان داشته باشم یعنی ایوانات اگر خواست باشه ما با داخل از این حرکت بدیم باید سیستم نوگیشن خود خور پیاده سازی کنیم از این طریق نمیتونیم و این یک سری مشخصاتی داره که آلمی می میبینیم این مشخصات چه کار میکنه قبل از اینکه پراپرتیار بخونیم من تیک مشرندره رو برمیدارم قسمی که میبینیم وقتی تیک برمیدارم این کلایدر داره با وجودی که من کپسول کلایدر دلیت کردم باز هم کلایدر داره و این کلایدر از این نفت میشه اجنته همه کلایدر که باعث میشه روی از این محیط آبی رنگ حرکت کنه پراپرتی اولی که اینجا هست بیس, بیس آفست بیس فاصله ای کلایدر با این سیلندره مثلا اگه من تغییر دوم میبینیم که تغییر میکنه و اگر به همچین حالت شما بیایم ورسد کنیم وقت رن کنیم میبینیم که نصف از ای مفته این کولایدار میفته پایین چرا چون این کلایدر با این محیط واکبل فقط حرکت میکنه پس میر بالا اول میارم یا افسه تعظیم میشه یا فاصله بین مشرندرر و کلایدر پراپرتی ها دیگر هم بعدا مشرح هم میگیر میخونیم ولی من اینجا فعلا به صورت کامل یک دفعه برای ما این رو توضیح میدم استیرینگ مربوط میشه به استاپ کردن کرکتر به حرکت کرکتر به سرعت کرکتر بس اول هست سپید سرعت کرکتر مشخص میکنه که به چی سرعت میتونه ای به داخل از محیط واکبل حرکت کنه پراپرتی بعدی انگیولر سپیده که شامل بالاترین قیمت میشه که کرکتر میتونه داخل گیم اورینتیشن یا جهت خور تغییر بده پراپرتی بعدی اکسلریشن اکسلریشن حالتیه که وقتی ای کرکتر حرکت میکنه ما اینکه که مستقیم به سرعت 35 حرکت کنه اکسلریشن میگه هر زمانی که قیمت از بالا بود ای میتونه به قیمت 3.5 خوب برسه یعنی اول آیس سایز میکنه و بعد میشه 3.5 هر چقدر قیمت اکسلرشن بالا بود ای زودتر میتونه به مکسیمایز اسپید خوب برسه پراپرتی بعدی استاپینگ دستانس که میگه وقتی که ای کرکتر قراره به ای وی پوینت برسه اگر ما بیام دو بودم استاپنگ دستانس وقتی به فاصله دو متر از ای میرسه استاد میشه و اگر میر می کرکتر باید بیای دقیقا به جایی که وی پوینت مانه پس استابینگ دیستانس برای از استفاده میشه اوتو برکنگ اگر تیک گذاشته باشه اتومات کرکتر وقتی به این محیط میرسه خودی رو استاد میشه و بریک میگیره اگر تیکی رو نباشه استاد نمیشه وقتی رسید مستقیم و حرکت میکنه به وی پوینت بعدی بحث بعدی آبستکال که رادیوس و آیت خود شما میتونین تغییرات ببینیم بحث کوالیتی و پریوریتی که مربوط به آبستکال چه کار میکنه خدا آبست کلاویدنس باعث میشه که وقتی ما دو تا اجنت داشته باشیم و اینا از یک مسیر در حال حرکت هستن مثلا ای به ای طرف حرکت میکنه و ای هم به ای سمت حرکت میکنه وقتی اینو خاص باشم به هدف خوب برسم باعث میشه که اینا تصادف کنم به ای قسمت آبست کلاویدنس میگه باید یک کرکتر دور بخوره و به یک کرکتر دیگه اجازه بده که او تیر شه و بعد یک دیگه تیر شه یعنی یک تصادف صورت نگیره به این خاطر اینجا ما کوالیتی داریم کوالیتی هر چقدر بالاتر باشه یا آی کوالیتی باشه بهتره به داخل آب, آب و پریوریتی هم میگه مثلا ما به یک از اجنتا خو میایم پریوریتی بیشتر تعیین میکنیم یعنی اولویت حرکت ازی مهمتر نسبت به یک و ای باعث میشه که این کرکتر استاد چطور حرکت کنه و بعد از اون حرکت کنه بخش بعدی که پد فایندینگ هست مربوط به مسیریابی میشه پراپرتی اول اوتو مش لینک که اگر ما ای تیکه ور دارم به داخل کد نویسی و برنامه نویسی بعدا شما میبینیم وقت خاص باشه کرکتر یک انیمیشن پلی کنه یا یک جمپ انجام بده مجبوریم که ای ور داریم اوتوری پد وقتی که یک کرکتر به یک مسیر حرکت میکنه یا به یک نشان حرکت میکنه اگر به جریان را نشان تغییر میکنه یا باعث میشه که یک معانی جلو روی بیایه او توریپت باعث میشه که بیایه مسیر خور دوباره انشالایز کنه ریا ماسک میگه که این پت فایندنگ روی کدو لایره ها کار بده که این رو هم میگی ما مشرب به داخل برنامه نویسی همه کار میکنیم موضوعات که از بعد قرار رو کار کنیم مربوط به گیم ما نمیشه فقط به خاطر از اینه که شما بحث نومش اجنت به صورت کامل بفهمیم من این کار میکنم به او خاطر میام به داخل پوشی نوگیشن اگزمپل به اینجی یک اسکریپت ایجاد میکنم به نام نومش اگزمپل به خاطر از به اینجی اسکریپت ایجاد کردم که ما بعدا این فولدر رو میکنه و این اسکریپت هم به درد ما نمیخوره فعلا از این استفاده میکنیم فقط به خاطر از اینکه بحث های مثل اسپید و اکسلریشن و ریپات و آف مشلین کنار رو کار کنیم ما اسکریپت رو میکنم کار اول و مهمی که باید انجام بدیم پکیج ای آی باید ما اینجا ایمپورت کنیم یونیتی انجین دات ای آی به خاطر از اینکه ما باید کامپوننت نو مشاجنت اینجا داشته باشم پرایوت نفت مش اجنت نفت مش اجنت یا مش اجنت و داخل استارت میامی ای کامپوننت میگیریم به خاطر از اینکه می اسکریپت به خود از این ابجکت سیلندر میدون پس میتونم مستقیم بگم گیت کامپوننت نفت مش اجنت سیو میکنم حالا به داخل نفت مش اجنت تمام پراپرتی های از این کلاس هسته حالا هر زمانی که اسکریپت نفت مش اگزامپل به یک گیم بدیم باید و باید کامپوننت نفت مش اجنت داشته باشه میتونیم ما به داخل اسکریپت بیایم برای کلاس خو یک اتریبیوت تعریف کنیم بگیم هر زمانی که به یک گیم آبجکت داده میشه اگر کامپوننت نفت مش اجنت ندیش خود یونیتی بیایه اتوماتیکلی بری و نفت مش اجنت بده به خاطر از اینکه این کلاس نفت مش اگزامپل به کامپوننت نیاز داره به نام نفت مش اجنت با این استیتمنت شما همیشه میتونیم بگیم ای کلاس برای کامپوننت نیاز داره مثلا اگر من اینجا رجت بادی بگم ایوتومات میای رجت بادی برای اضافه میکنه ولی من اینجا فقط نفمش اجنت نیاز دارم حالا برای از اینکه کرکتر ما از وی پوینت صفرم به یکم از یکم به دوم حرکت کنه ما نیاز داریم که اسکریپت ای آی وی پوینت نتورک به داخل از داشته باشیم پس میایم اینجا یک وریبل پابلیکی به نام ای آی وی پوینت نتورک تعریف میکنیم سیف میکنیم میریم داخل یونیتی سیلندر انتخاب میبینیم که شما اگر اسکریپت بیایم برای از اتچ کنیم اینجی از ما ای آی وی نتورک مای ما می ریموو میکنم نو مش اجنت ریموو میکنم به خاطر از اینکه ریکوایر کامپوننت بود وقت ری اضاف نفت اضاف می ریزاف کنم نو مش اجنت هم اتوماتیکلی اضافه میشه میبینیم اضافه شد حالا میایم برای از ای آی, آی, و ای نتورک خو نتورک یا که دراگ و دراپ میکنم بدون می بری حالا به داخل اسکریپت کار میکنیم که این سیلندر از وی پوینت به یکم از یکم به دوم به همین ترتیب تا شیشم حرکت کنه و پس بیایه به سفرم میریم داخل اسکریپت اولین کاری که میکنیم یک public int current index تعریف میکنیم اولین اندیکسی که مایم کرکتر حرکت کنه از داخل وی پوینت ها وی پوینت اینجا یک شرط میگذاریم در صورتی که ای آی وی پوینت ما نل بود فرض کنیم از یاد مرفته که درگ و دراب کنیم به از که کرش اتفاق بفته و ایرور بده و باعث که پروژه بستش یا و مشکل بخوره گیم میگیم ریترن کن یا کلا استاد شو در غیر از این صورت میگیم اگر ای آی وی پوینت نتورک داد وی پوینت سه کرنت اندیکس خلاف مثل نل بود اگر همچین وی پوینتی وجود دیشت چی رقم میگیم کرکتر مر به اون وو وی وو پوینت یا کرکتر به وی وو پوینت حرکت بده میگیم نو میش داد دستنیشن هدفیه که کرکتر میتونه حرکت کنه به اونجی مساوی میشه ای یک وکتور تری میگیره میگیم ای آی وی پوینت نتورک دات وی پوینت سه کارنت اندیکس دات پوزیشن پوزیشن کرکتر ما بشه همین موقعیت سیف میکنم داخل یونیتی اگر بریم وی رن کنیم میبینیم که اگر کرکتر ما به اینجا باشه کارنت هم صفره وقتی رن کنیم ای باعث میشه که بیایه به ای وی پوینت سفرم که وی پوینت سفرم نبود وی پوینت رو ببینیم از محیط واقع به حرکت میکنه و میره به وی پوینت سفرم به شکل اگر می بیام کارنت اندکس تغییر بودم بازم کرکتر به همون اندکس حرکت میکنه که من اینجا قیمت دادم مثلا اگر بگم سه کرکتر ما به وی پوینت سوم حرکت میکنه ببینیم ما اگر امتحان کنم شاید سوم همی باشه من رن میکنم سوم شاید هی باشه ببینیم برف به اینجا گاه به همین ترتیب هر چقدر اندکس که من اینجا گاه کنم به همون جرکت میکنه حالا داخل اسکریپت هم چی رقم میتونیم کار کنیم من میام یک متود اینجا ایجاد میکنم وید به نام سید نکست destination. یک بولیانی میگیره به نام اینکریمنت یعنی ای که آیا به وی پوینت بعدی خو حرکت بکنه یا نکنه اگر ترو بود میره وی پوینت بعدی اگر فالس بود وی پوینت بعدی حرکت نمیکنه استیتمنت اولی که داخل از اضافه میکنیم میگیم اگر ای وی پوینت نتورک ما مثل مثل به نل بود ریترن کن در غیر از صورت اگر انکریمنت ما ترو بود یعنی ای که به وی پوینت بعدی حرکت کنه آیا ما که مستقیم یک وی پوینت بره بالا یا دو وی پوینت بره بالا یعنی اینکریمنت استپ خور میایم تعیین میکنیم اینت اینکریمنت استپ مثلا میشه به میگیم اگر اینکریمنت ما ترو بود اینکریمنت ترو بود بیا یک استپ برو بالا در غیر از این صورت هیچی حرکت نکن به با اون وی پوینت صفرومی که بودی یا چهارمی که بودی به همون بقی بمون بعدا ما این اینکریمنت استپ جمع وی پوینت ها میکنیم جمع ایندکس میکنیم که اگر وی پوینت چهارم بود جمع یک میشه پنج اگر وی پوینت پنجم بود جمع یک میشه شیش و اگر انکریمنت فالس بود یعنی حرکت نکنه مثلا ما به وی پوینت چهارم و میگیم به همین وی پوینت باقی بمونه چون انکریمنت فالسه پس میای اینجا صفر جمع 4 میشه به همون وی پوینت چهارم باقی میمونه حالا میایم پوزیشن بعدی که قرار کرکتر حرکت کنه پیدا میکنیم اسم میگذاریم next waypoint یا next waypoint یک کاندیشن اینجا باید چک کنیم در صورت که من به داخل یونیتی میرم در صورت که اندکس سفرون بود میره به یکم یکم بود میایه به دوم دوم بود به سوم سوم به چهارم چهارم به پنجم و پنجم اگر به ششم بیایه و چون اندکس ششمی وجود نداره ایرور میده به اون خاطر میگم در صورت که ما به آخر آرای رسیدیم و نیکس وی پوینت وجود ندیش پس مار بیار به سفرون به اون خاطر اینجا باید کاندیشنر میرم داخل میگیم در صورتی که Current اندیکس جمع اینکریمنت Step ما بزرگ و مساوی از لنت وی بود waypoint .waypoint اگر از اینا بزرگتر بود یعنی با آخر رسید پس بیا به اول صفر که بدیم به اندکس اولی در غیر از این صورت برو به ایندکس بعدی مثلا اگر به ایندکس دوم بود برو به ایندکس سوم کارنت اندیکس جمع اینکریمنت استپ میکنیم که بره به ایندکس بعدی به این میتونیم نیکس وی پوینت مشخص کنیم که به کجای حالا میایم ترانسفورم نیکس وی پوینت پیدا میکنیم این که شد ایندکسی و پس میگیم ترانسفورم نیکس وی پوینت مساوی میشه به AI آی وی داد وی پوینت سه نکست وی پوینت به شکل ما وی پوینت بعدی ترانسفورمیور داریم حالا میاییم میگیم اگر next وی پوینت ما نل نبود نکست وی پوینت ترانسفورم خلاف مساوی نل بود یعنی ای که ما نکست وی پوینت پیدا کردیم و داریم چکار کن کار اولی که باید انجام بشه میگیم کرنت ایندکس اپدیت کن کرنت ایندکس ما که صفر بود یا یک بود دیگه میشه نکست وی پوینت این موقعیت میشه و باید کرکتر به ای ایندکس حرکت کنه میگیم نو میش اجنت داد ما مساوی میشه به ما دیگه دستنیشن داریم به داخل نکست وی پوینت ترانسفورم قرار داره نکست وی پوینت ترانسفورم داد پوزیشن و بعد از اینکه ای کارا همگی شد ریترن کن یعنی از کل متد بیرون شد چون ما تونستیم وای پوینت بعدی پیدا کنیم و کرکتر انتقال بدیم در صورتی که وای پوینت بعدی پیدا نشد یا نل بود کرنت اندکس میگیم پلاس پلاس شه به خاطر از اینکه به آیتریشن اول ما پیدا نکردیم ولی دفعه دوم که این متد کال شه ممکنه که کرنت اندکس ما یکی میره بالا ممکنه که بتونه پیدا کنه وای پوینت بعدی خورد به او خاطر میگیم اگر این نل بود پس کرنت اندیکس یکی بره بالا در صورتی که نل نبود ریترن میکنه و هیچ وقت کارنت اندیکس تغییر نمیکنه حالا میایم به جای از اینکه دستنشن به شکل تغییر میدادیم متد ایر کال میکنیم اسم متد است set next destination پراپرتی که میگیره انکریمنت یعنی آیا به وی ای پوینت بعدی حرکت کنه یا نکنه به اول بزیم میگم به همون وی پوینت که ست شده حرکت کنه پس ایر فالس میدم که وی پوینت خود نکنه بعدا به داخل آپدیت میگم وی پوینت تغییر کنه سیو میکنم اگر داخل یونیتی بیام و سیلندر انتخاب کنم وی پوینت مثلا صفر بگم ببینیم وقت رن میکنم مستقیم به وی صفر میره تغییر نمیکنه چون من پراپرتی فالس کردم و وقتی به صفر میرسه دوباره به یکم حرکت نمیکنه به خاطر از اینکه من داخل استارت ایر کال کردم داخل آپدیت که کال کنم با کاندیشنایی که بگذارم ای میتونه به وی پوینت های دیگه هم حرکت کنه به این ویدیو تا همین جی بس من یک چالش خود شما ایر کار کنیم که وقتی به پوزیشن صفر می آید پوزیشن آپدیت شه بره به یکم دوم و به همین ترتیب پوزیشن های مثل یک لوپ تغییر کنه و کرکتر به داخل از اینا حرکت کنه تشکر موفق باشین وقت شما خوش خدا نگهدار